دومی مسئله که خستم کرد خیلی مسئله هفته پیش و هفته قبلش بود که بحثشون شد و بعد من دیدم توی فیسبوک دوباره بحث ادامه پیدا کرد که من اومدم توی فیسبوک چون معمولا من نمیام، من فقط براتون لایک میزنم، عکساتون هم لایک میزنم، چیز جالب باشه لایک میزنم ولی یا دست برات میزنم یا تنکیو میزنم ولی معمولا پست چیزی نمیمیستم، ولی اون رفعه رسیز کردم که it's going too far که خوشبختانه دیگه نمیام، نخواستم بیام، خواستم برگردم ولی من نخواستم دیگه برگردم و راحت شد و دیدم متاسفانه دوباره این اتفاق داره میفته و بعد هفته پیش بدترش هم اتفاق، یعنی اصلا پست خونده نشد، هیچ عملی انجام نشد بلکه دوباره وقت ما خیلی گرفته شد. صحبت‌های تکراری وقت رو میگیره بدون شک. حرف‌های پرسنالتون شما به ما به بیرون به مهمونی‌های شما حتی رفت نداره. شما وقتی که با هم جمع شدین اگه دو نفر گیر دادن به هم دیگه جلوش رو بایستیم رفت نداره. شما با هم مشکل دارین بریم بیرون، بریم خونه تو خونه هم دیگه، به مهمونی ما، به حریم ما، به خانه ما رفتی نداره. سمارت باشیم. بس این غلطه، این فرهنگ ما غلطه، برمیدارم میبرن خونه یا رو بدبخت برمیداره شام و نهارم درست میکنه، مثلا میخواد وصل کنه، بدتر فصل میشن و تازه دورتانی میشون هم باقی مونه. ما نمیخوایم دیگه کار رو بکنیم دیگه، سرتون درد میکنه تجربه بگیرین، از جد و آبادمون تجربه بگیرین، هیچی درست نشد بعدش هم ولی خوشحال هم میشدن، مثلا خوشی من را سلامت بفرسین هم دیگر رو مشکنی. درست نمیشد که، شاید اون لحظه میرفتن تو خونهشون ولی فردا دوباره بدتر از بدتر میشدن با هم دیگه. اونجا هم توی فیسبوک من نوشتم مسائل خصوصی شما به خودتون اگر نمیتونه با روانشناستون صحبت کنید. اینجا جاش نیست، ما همش 4 ساعت پرقابل، نمیتونم میگم ناقابل، پرقابل ولی بسیار میبینی که چقدر سریع میگذره. ما هیچ وقت هم 4 تمام نمیکنیم، 4 میشه 5 میشه، اینا من بد با اینا حساب کنم ولی از مای پلیژر که وای میسن. برای اینکه کار متفاوته، کار زیاده، لرنینگش خیلی زیاده و ما نباید زمانمون رو بخوایم اینجوری ویست بکنیم، انقدر راحت برای خودمون حلال بدونیم برای دیگری حرام بدونیم، به دیگری اعتراض کنیم، در سری خودمون انجام میدیم، اینا همیشه دبل استاندارد، اینا همیشه پروژکشن و اینا رو من میخوام یاد بگیرم. اینا مسائل خیلی جدی شخصیتیه که ما فرهنگی و شخصیتی گرفته شدیم. ما از فرهنگ دبل استاندارد میاد، ما از فرهنگ پروژکشن میاد. نمیاد فرافکنی رو خب بازی کردن به فارسی و انگلیسی هم گذاشت دیگه، قشنگ جا افتاد براتون فرافکنی یعنی چی. اگه کسی نمیدونه باز توضیح میدیم. کسی هست اینجا نمیدونه پروژکشن و فرافکنی چی؟ پروژکشن یعنی پرسنالیتی خودت رو کسی تنکیه یه ام دول استاندارد، دوتا استاندارد، استاندارد یه دونه است. وقتی میگم استاندارد یعنی یه دونه است، دول استاندارد یعنی اینکه یه چیزی رو به تو میگم، یه چیز دیگر رو به تو میگم، یه چیزی رو برای خودم سالم، حل حل برای تو حرومه. مثل جایانی هم که نوشته رو دو فارسی مولا نصرالدین مهمون داشته و مهمونه موسه احمق نادان آمدم نبودی و مولا نصرالدین سریع برمیگرده خونه طرف عذرخواهی میکنه میگه ببخشید اسمتون رو در دیدم فهمیدم که اومدین رد. اینا دیگه باید قشنگ برای ما جا بیفته، برای که این قطره از اقیانوس باید این مسئله جدی دبل استاندارد و پروژکشنش رو یاد بگیریم، چون یکی از معضلات جدی و اساسی تکه که ما از که اینجا نشستیم بیرون که دیگه قوقا میکنه، حکومت ما هم که دیگه چه قوقایی کرد. دبل استاندارد تو حکومت جمهوری اسلامی به راحتی شما میبینید، از آقایون مستضعف رسیدن به خانمهای مستکبر بری بری خونه ها میگه هاشون چجوریه. بعد که من روی اینستاگرام پست میذارم مثلا یه بچه بود که برف روش نشسته بود، دیدیم اونا اعتراض ساندیسخورها و آقازاده ها و خانمزاده ها بهشون شدیدن برخورده بود که اینطور نیست. یا از این شعر بلا که میان برای که برای اینکه من میدونم چجوری به این پولا رسیدیم، به این قصرها رسیدیم،
و میترسین از دست نسل جوان 20 ساله و 18 ساله میاد با ما میجنگه که یه وقت اون خانه و اون زندگی لاکچریش از دست نده. وای بر تو نسل جدید که کورکورانه تو هم چشات بستی به خاطر مسئله مادی که پدر وسط نابرابر آورد. میدونیم چقدر از مولتی میلیونرهای ایران چه با مصادره کردن ها و چه با چه دزدی ها به اینجا رسیدن. آف کورس نمیخواند دست بدن، معلومه که نمیبینن. یکی نوشته بود اون دوها رو که شما نشستی از این بدبخته و فرابونه که ریلی؟ چی میگن؟ خیلی خسته شدم و بعد دوباره وقتی که دیروز روز نوشت آه کدن تکید دیگه تنکیو به تک تک شما که یک نفر لک نکرد، جایی برای لک نداشت. بعضی وقتا موجه نیست اگه لایک میکنه جدی نگیریم، حواستون جمع بشه، خوشتون نیاد، خوشحال نشین که خب یه نفر لایک کرد. اون تو دنیای خودشه، خودتون هم همتون متوجه شدید. حتی اونم لایک نکرد، در بازی اینترستینگ فرم میکرد، حتی اونم لایک نکرد. خستم. I don't want that anymore. از این شمشیر کشیدن ها بیزارم. چقدر به روی ما شمشیر کشید؟ چقدر شمشیر کشیدیم؟ به کجا رسیدیم؟ بس دیگه. اگر احساس میکنیم اینجا، ببین اینجا جای همه نیست، من بارها گفتم اینجا کلوز تراپی نیست، اینجا گروپ تراپی نیست، اینجا سمیناره، اینجا کنفرانسه. اگر احساس بعضیا جاشون اینجا نیست به خاطر حال روز روانیشون، نباید اینجا باشن. شما قدیمی هم دیدید به بعضی گفتن نیا چون حال روزش به اینجا نمیخوره، مشکل جدی داره، نمیتونه بکشه. یه خانمی همه چند وقت پیشه وسط یه دفعه مثلا قش کرد، مثلا بودا دیدید که من مثلا نترس کش خودشو برگرده من نجاشتم. به همیتون میرزه، هم خودشون به هم میرزن، هم شما رو به هم میرزن. جوشون اینجا نیست، اینجا سکندری کر نیست. سکندری کر برای کسانی که مشکلات جدی روانی دارن، اصلا جوشون اینجا نیست، چون خودشون بیشتر به هم ریزن و تک تک شما خیلی حالتون بدتر میشه، وقت هم گرفته میشه. وقت به این طلایی، وقت به این عزیزی رو ما نمیتونیم به خاطر یه نفر دو نفر که مشکل جدی دارن ویستش کنیم از بین ببریم. کلی درس داریم میگیریم، لحظه به لحظه درس. هفته پیش و هفته پیش هم درس بود. اونا هم فکر نکنین درس من، تک تکتون خودتون رو توییم چه تو تاعت و چه تو صحبت ها دیدیم، خفیفش هم حتی خودمون رو دیدیم، آدلی ساید خودمون رو دیدیم، دست و پا زدن های بیجا رو دیدیم که چقدر میخوام توجیه کنم آقا بابا تسلیم شد بگو خانم آقا این ضعف من. بزرگ میشی که کوچیک نمیشی، درست میشی که سالم میشی که بیمار نمیشی. اما زمانی که وایستادی میخوایی به جنگی بیماری، باور کن که بیماری، لااقل اینو باور بکن و کاری برای خودت بکن و لطفا اینجا نیا، چون اینجا وقت خیلی مزیقه و خیلی ارزشمند و من اصلا دیگه نمیتونم. برای اینکه خیلی سر من شلوغه، تک تک شما ها میره خونه هاتون، تک تک شما ها، من توی زندگی شما، تو شما تو زندگی منی. برای اینکه من مثل روانشناس های دیگه نیستم که سال یکی دو بار یه سمینار گذاشته و رفته، من هر هفته تو با شما ها هستم. ای بی انصافا، من هر هفته تو تک تک شما، با تک تک شما ها کار میکنم. من وقتی میرم نهش من میره خونه، با تمام سلولا من با شما کار میکنم. از سال 98 این کابل منو میشناسن، با تمام وجودم با تک تکتونم. اگه با من، اگه منو قبول نداریم نیاییم، اصلا نیاییم. اگر منو قبول داریم پس کامان کامپرمایز کنیم. تمام تلاش من برای بهتر شدنتونه، برای بهتر شدنمونه. همه ما داریم از هم یاد میگیریم. و من واقعا سریسلی اگه یک بار دیگه این مسئله پیش بیاد، همون موقع از طرف خواهش میکنم که، خواهش میکنم، من بیادب نیستم، خواهش میکنم که از این جمع ما دور باشه. بیرون میخواد با شما دور باشه، دوست باشه، هیچ مشکلی نداره.
اینجا حریم ماست، خانه تو حریم توست، ولی اینجا حریم من و حریم ماست و حق تجاوز به این حریم رو نباید هیچ کس داشته باشه. این بی حرمتی، این بی احترامی اول به خودت و بعد به من و بعد به من که بخوای اینقدر انرژی بگیری، اینقدر در یه مسئله دور دایرت بچرخی بچرخی بچرخی، دایرت رو میچرخی، کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه. دقت کنی شما دایره رو بچرخونی، هی با یه خودکار بچرخونی، بریم توی دایرتون بچرخونی بچرخونی، تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه، تنگتر و تنگتر میشه. پس فکر نکن با تو توجیه یعنی دور دایره گشتن. خرد میشی، کوچیک میشی که بزرگ نمیشی، ترسناک میشی برای همه و همه متوجه میشن که چقدر ناامنی. اگرم خوب شده بودی فیک بود، حقیقی نبود، ماسک بود، پس من بهتر خودم بکشم کنم. اینا میخوان یا اینکه میخوای زندگیتون بهتر و بهتر بشه. آقا خانم، هیچ کس پرفکت نیست، شوهر تو پرفکت نیست، زن تو هم پرفکت نیست، بچه تو هم پرفکت نیست. یا با مسئلتون کنار بیاین یا جدا شو. چطور پولشو میخوای؟ چطور موقعیتشو میخوای؟ اگه دوست نداری، اگه احساس میکنی من چش ندارم ببینم، اصلا دست من میزنه چندشان میشه، وای به حال من. یه باری کپل اومده بودن، خانم من گفت به شوهرشون، شوهرشون باید اینجا دست من میزن حالت چندشان میشه. من چه برگشتم به آقا نکم در آماد زن زلیل بیشور اینجا نگه مراحب نکم. گفتم حالا از مرد بودن به هم خود. گفت آخه گرگه میکنه. گفتم بخونه، داره بهت میگه چندشان میشه از تو، تو چطور غیرت نداری؟ تو چطور بر نمیخوره وقتی زنت بهت بگه چندش هم میشه و تو هنوز موندی؟ هنوز مصمص میکنی؟ بدبخت، چقدر حقیری. برو از حقارت خودت، برو به حقارت خودت نگاه کن. یا مرد وقتی به زنش بگه چندش هم میشه ازت، ای زن چقدر حقیری که هنوز تو اون زندگی تکلیفت روشن نکردی. دلت خوشه که سوختی و ساختی؟ نه، شخصیت نداری که شخصیت داشته باشی تکلیف خود تو روشن میکنی، که شخصیت داشته باشی اجازه نمیدی بهت بی‌حرمتی بشه. اینا ضعفای جدی شخصیتی ماست که باید خیلی سریع. من همین امروز میخوام چقدر برات خوشحالم، تیکه تیکه اینا رو که میبینی تو اکست تو گرفرنده بود، خوش به سعادت بود. تین از بغل گوشت رد شد، برگشت گفت خمپاره از بغل گوشم رد شد. خوش به سعادت، سعادت شماهایی که ازدواج نکرد، چشم گوشتون همینطوره داره روز به روز بازتر بشه، اگر بشه، امیدوارم بشه. به نفع خودتون میخواین خام باشین، گود نارتی میخواین همینطوری خار و زنی باشین، گود نارتی. اما تا کی؟ بدون اینکه عمرتون مثل آب خوردن میگذره، زحمتی هم که میکشین هیچ ارزشی مثل طرف نداره، فقط میشین مورد استفاده و سو استفاده. That's all you have to do in your life. اگه این لیاقتته، good luck to you. اما لیاقت تک تک ماهایی که اینجا نشستیم خیلی خیلی بالاتر از این حرف هست. تمام تلاش ما اینه که شخصیت پیدا کنیم، لیاقت خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو بشناسیم، خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو علاج کنیم. بابا من تو مسافرت گفتم بابا خانم آقا بیماریم. باور کنیم تک تک ما که اینجا نشستیم بیماریم، آسیب خوردیم. آخه چجوری ما میتونیم سالم باشیم؟ انقدر نگیم من مشکل ندارم. کسی که میگه مشکل ندارم دقیقا بیماره، بیماره. آخر میگه مشکل دارم. و توی که گفتی ضعف، از ضعف هم بدم میاد، گود، حرکت ضعیفه، اسلوموشن میری جلو. این منو متاسف میکنه، برای اینکه همه دوست 98% دوست دارم، نمیتونم بگم
پرتی شو که خیلی محبوبی توی گروه، خیلی خوش اخلاقی، دمایی دوست خیلی خوبی هستی. خب اینا خصوصیات خیلی مهمیه که ببین اگه فیک بودی نمیتونستی بیمت بیرون، ولی خوشبختانه در این مورد فیک نیستی. حالا ای بانو کاری بر خودت، تو که این همه لیاقت داری، تو تنها کسی نیستی که آسیب خوردی، تک تک ما آسیب خوردیم عزیزم. حالا باید اون قسمت قربانی گونه تو بذاری کنم، ضعف تو بهش نگاه کنی، تقویتش کنی، تقویتش کنی، کیسه باکس هم بذاری کنار. ما کیسه باکس نداشته باشیم، نهایت بی انصافی اگه یه فرد دیگر رو کنیم کیسه باکس، یا شوهر یا زنمون رو یا بچه‌مون یا پدر مادرمون یا دوستمون یا یه غریبه رو، فرق میکنه هر کسی رو. زمانی که کسی رو کردی کیسه باکس، شدیدن مشکل داری، پشم پنهان داری، حالا از این طریق میخوایی داری بیرون. و بعد پسیو اگرسیو نباید باشه. وقتی من پسیو اگرسیو هم هیچی نمیگم، تحمل دیگه، تحمل میکنم بعد منفجر میشه. اگرسیو هم درست نیست که دقیقه یه دفعه هی من میخوام به این بپرم، به اون بپرم، به این بپرم، بعد میگم من حرف به دلم رو میزنم. excuse me، تو فقط داری تهدید میکنی، پرخاشگری میکنی، تو که حرف نمیزنی، تو فقط میخوای همه ازت بترسن. زمانی که من میخوام تو از من بترسی، ساکتت میکنم، شدیداً ضعیف و بیمارم. اینا همه تو متوجه بشه. یکی بهت میگه ساکت باش، تو حرف نزن، دقیقاً میخواد خفت کنه، برای اینکه قدرت نمیخواد داشته باشه. از قدرتی که پیدا میکنیم، از توانایی که پیدا میکنیم، این پر روی نیست بابا. این توانایی هفته پیش من خیلی نمنم 98 درصد رو عصبانی کرد، نکرد؟ چند تا تون تو وان تو وان گفته اصلا بد آمد ازش. چرا؟ برای اینکه ترسید، به دست رو بگفت خورش رو گیرم ایتاده بیتاده الان بریم خونه دعوا میشه، بزر زوجی که درستش کنم. گم زدی آقا، چی رو درست کردی؟ بدتر میشه که بهتر نمیشه؟ چی رو درست میکنی؟ اینجوری که درست نمیشه که. آقا تا زمانی که مظلوم باشه ظالم هست، تا زمانی که ظالم باشه مظلوم هست. چرا باید توی خانه اینقدر تنش باشه؟ چرا باید من یکی بترسی یکی نترسی؟ اصلا بارها من تو تلویزیون گفتم زمانی که شوهر یا زنت بچت ازت میترسه، کار اون رابطه فاتح هست. دلتو خوش نکن که بچه هم ازم میترسه، یا زنم یا شوهرم ازم میترسه. خاک بر سر اون بدبختیت کنم، چقدر بدبختی، چون دوست دیگه نداره. زمانی که من ازت بترسم دیگه دوست ندارم، ولی فقط ازت میترسم. از ترسم صدام در نمیاد، اما تو دلم ازت متنفر میشم. بعضی وقتا آرزوی مرگتو میکنم. چقدر تو کودکی و نوجوانی و حتی فعلی حتی آرزوی مرگ پدر یا مادرتو میکردی، اونایی که ظلم میکردن بهتون، ولی جرأت نمیکردی حتی به خودتون بگید. زمانی که از شوهرت میترسی، زمانی که از زنت میترسی، زمانی که پدر مادر بچت ازت میترسه، بدون عشق و محبت رفته کنم دیگه، اون بچه تو رو دوست نداره، آرزوی یه پدر یه مادر دیگه ای رو داره تو دلش، این زن دیگه تو رو دوست نداره، این شوهر دیگه تو رو دوست نداره، فقط ارزه رفتن نداره، فقط ضعیفه. بچه هست، اگرم شوهر یا زنه، تواناییشو نداره بره. اگه تواناییشو داشته باشه 400 کیلومتر سرعتشه که بره. بس این فرهنگ غلط ماست که به ما گفتن زن باید از شوهر بترسه، یا حالا دیگه شوهر باید از زن بترسه، گربه را دم هجده بکشه، یا بچه ها باید بترسن. احترامه، این احترامه، این فقر فرهنگی ماست که تحمیل کردن ز ما که بچه باید بترسه. جونم، بسید من فکر میکنم پرونده سازی میشه در مورد بچه، چه زن یا شوهر که یک روزی تلافه. وقتی که پیر میشیم یا خیلی بد میاد، سر چقدر بیرم، ولی من دقیقا اتفاق افتاد. ابسولوتلی
زن ایرانی، زن شرقی این جنرال، مخصوصا زن ایرانی تا زمانی که جوانه میترسه چون توانایی مالی نداره، مطلقه میشه، هزار حرف پشت سر زده میشه، به خاطر این به مال خودش میسوزه ولی نمیسازه. البته این زندگی ادامه پیدا میکنه. بعد آقا داره پیر میشه، آقا که شروع میکنه پشم و پلش ریختن، قدرتش کم رنگ شدن، ولی یه مریضی هم بگیره، حالا زن شروع میکنه هست که من بعد حالا چون اون پیر شده مریضم هست، میگه بیچاره پیر همه چی زنه بچه هستی داره، نگاه کن چجوری باش رفتار میکنه، بیچاره رو نگاه کن 40 سال سوزوند منو، هیچ کدومتون ندیدی، اینجوری میشه هیچ کدومتون ندیدی، حالا میخوام بسوزونم. اینجاست اصلا اصولی نیستم، فکر نکنم اصولیه، ولی واقعیت و فکته. اینجاست که حالا میاد بیرون، اینجاست که همه عقده های جوانیش رو میخواد حالا ازم بگیره. حالا هوا رو زنه، فوش میده، داد میکشه، جیغ میکشه، تحقیرت میکنه، آخرم به اونجا میرسه، دنیای شهرانت. دقیقا پرونده همینطور جمع میشه. چون صدایش چنیده نه، زمانی که صدای من شنیده نشه پرونده این من داره قطورتر میشه. چقدر توی کیس های خود من و کیس و بیرون زن آرزوی رفتن داشته و داره، یا مرد آرزوی رفتن داره، و یا فرزند میخواد از این خانه جهنمی آرزو داره بره. چه ازدواجایی به خاطر فرار از خانه پدری متاسفانه شکل گرفت و هنوز هم داره ادامه پیدا میکنه. حوال به تایی پدر مادر که بچه به خاطر فرار از خانه تو بره شوهر نامناسب بکنه، بعد اونو مقصر میدونی، بچه تو مقصر میدونی، از فرار از خانه جهنمی توی که داره میره، جهنم تو درست کن. اما ما به اسم این که باید بترسه قدرت نمایی میکنیم، قدرت نماییه از جوجه، هیتلرش، صدام حسینش، قذافی شده کجا بودن؟ اما تو کی که بخوایم شمشیر بکشیم قدرت نمایی کنیم؟ شمشیرات رو خلق سلاح کن، شمشیرهاش رو خلق سلاح کن، شمشیرهات رو قلاف کن. با شمشیرت به هیچ جا نمیرسی، تو هیچ جنگی برنده نیستی، اینو بدون آخر تو بازنده ای. طرف مقابل یاد بگیر شمشیرها رو خلق سلاح کن، نه اینکه شمشیر تقدیم کنی، یه شمشیر تیزتر تقدیم میکنی. من چجوری یاد بگیرم وقتی شمشیر تیزتر به من میدی؟ این دفعه بهتر به خدمتت میرسم، چون شارپترم، پرونده هم قوی تر شد. یاد بگیریم چجوری رفتار کنیم، افکارمون رو عید داره میاد، افکارتو خونه تکونی کن، احساستو خونه تکونی کن، رفتار دقیقا تأثیر افکار و احساستو خونه تکونی کن. اون وقت ببین چقدر خودت رها میشی. اما کروش شنما دست بعضی وقتا خودمونم فریب میدیم، فکر میکنیم خوب شدی. داند ببین من کیف میکنم از کسانی که میگن هنوز خیلی راه دارم. 98 من این کاپلا شروع کردم دیدم، از 98 جاده خیلی طولانیه. فکر میکنی ما با هر حرکت، با یه فیلم سینمایی ممکنه دوباره به هم بریزیم، با یه کلمه ممکنه به هم بریزیم. فکر نکن مستر رایت و میس رایت شدی، اصلا اینطوری نیست. ما از پشت پوست و پشت پوست خونیم با یه دنیا لطافت از درون به هم میریزیم دوباره. و بدبختی اینجا اینه که وقتی به هم میریزیم به همه میریزونم، من که خودم که فقط به هم نمیریزم، خودم به جهنم. ولی مصیبت اینجا اینه که من تنها نیستم که تا به همه تو نریزنم که نمیل نمی کنم، خانه رو به هم میریزونم، جمع رو به هم میریزونم، اجتماع رو به هم میریزونم، چون بیمارم. اما نمیخوام بگم بیمارم، من نمیخوام خوبشم، چون من حق با منه. I can't take it. That's خیلی خیلی خسته کنند است. Thank you برای گوش کردنتون، و اگه حرف داریم بفرمایید.